لندن پایتخت بریتانیا و یکی از مقصدهای جهانگردی در جهان است. اینجا همچنین محل ملاقات و آمیزش مردم از فرهنگ‌های مختلف است که چهره این شهر تاریخی را طی نیم قرن اخیر تغییر داده است. ولی از آنجایی که نظام بسیار سخاوتمند رفاه اجتماعی و بهداشت بریتانیا در حال از هم پاشیدن است، دولت این کشور خواستار وضع محدودیت‌هایی برای مهاجران است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا می‌گوید: آنچه ما باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم دلیل افرادی که از اتحادیه اروپا یا نقاط دورتر به اینجا می آیند موجه است. یعنی دلیلشان برای آمدن به اینجا سهیم بودن در شکوفایی کشورمان است و نه برای جذابیت نظام رفاه یا با انگیزه سوء استفاده از خدمات عمومی. آقای کامرون قول کاهش تعداد مهاجرانی را می دهد که هنگام حکومت حزب کارگر افزایش بسیاری داشته است. ولی مانند دیگر همکاران اروپاییش نگران این است که با موج جدیدی از مهاجران از رومانی و بلغارستان که از ژانویه آینده آزادی حرکت و جابجایی بدون محدودیت در اروپا به دست خواهند آورد مواجه شود. دولت بریتانیا به گفته رسانه‌های این کشور ناتوان در جلوگیری از آنچه یکی از حقوق بنیادی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، متوسل به تبلیغ منفی برای بازداشتن مهاجران به ورود به بریتانیا شده است. از آب و هوای نامناسب گرفته تا نابرابری‌ها و صف‌های طولانی مقابل گمرک پیام این است: ما نمی‌توانیم از آمدن شما به بریتانیا جلوگیری کنیم، ولی بدانید که اینجا آنقدر هم که فکر می‌کنید خوب نیست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک 70% بریتانیایی‌ها خواستار کاهش مهاجران هستند. ما نمی‌گوییم که باید کاملاً از مهاجرت جلوگیری کرد. ما معتقدیم که دولت و مسئولان به نوعی اطلاع مختصری از تعداد واقعی مهاجران در آینده دارند. همچنان که در سال 2004 میلادی زمانی که 8 کشور به اتحادیه اروپا پیوستند اعلام کردند که شمار مهاجران از این کشورها 13,000 نفر خواهد بود. ولی دست آخر نزدیک به 1,000,000 نفر وارد کشور شدند و این عواقبی در بر دارد. مدرسه چه می شود؟ خانه ها چطور؟ حمل و نقل چه خواهد شد؟ این یک کلاس رقص در شهر بوستون لینکلن‌شایر در 165 کیلومتری شمال لندن است. این هنرمندان رقص برای شرکت در روز بین المللی موسیقی که توسط جامعه لیتوانیایی برگزار می شود تمرین می کنند. این موسیقی لیتوانیایی نیست، ولی نشانه ای از این است که این جوانان در جامعه بریتانیایی به خوبی ادغام شدند. ازدواج کردم و یک کودک دارم و در یک کارخانه کار میکنم. اکنون به کودکان رقص می‌آموزم و از آن بسیار خوشحالم. سوء استفاده نمی‌کنم و از کمک‌های دولتی نیز امرار معاش نمی‌کنم. انواع مختلفی از مردم وجود دارند. همچنان که معلمم گفت، بعضی‌ها می‌دزدند، ولی من به این دلیل اینجا نیامدم. به خاطر آینده‌ام اینجا هستم. از سال 2004 میلادی هزاران نفر از لهستان، لیتوانی، لتونی و دیگر کشورهای اروپای شرقی برای جستجوی آینده‌ای بهتر به اینجا وارد شدند. آنها به صورت قانونی و برای کار در مزارع و کارخانه ها آمدند. طی 10 سال گذشته تعداد جمعیت مهاجر در این شهر کوچک 10 برابر شد. این افزایش باعث نگرانی بسیاری از اهالی این شهر شد و آنها را به دادن رأی به حزب راست افراطی یوکیپ یا حزب استقلال بریتانیا سوق داد که تنها هدفش خروج این کشور از اتحادیه اروپا است. موضع‌گیری حزب ما بر پایه نژاد نیست. موضوع بر سر فضاست و کشور ما کوچک است و باید مهاجرت را محدود کنیم. حزب ما خواهان برقراری کنترل مرزی مانند کشورهایی است که برای ورود نیاز به روادید دارند، مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر ما احتیاج به پزشک، جراح، آرایشگر یا لوله‌کش داریم، از همه نقاط جهان می توانیم بیاوریم. در بریتانیا بیش از 1,000,000 جوان بیکار وجود دارد و آنها بیکار خواهند ماند. ما می‌خواهیم به آنها کار بدهیم. در حال حاضر این حزب از حمایت 20% برخوردار است و سومین حزب بزرگ در کشور محسوب می‌شود.
همیشه محافظه‌کار بودم. 40 سال در ارتش خدمت کردم و اکنون بازنشستم. طرفدار اندیشه های تاچر هستم. دولت دیگر نماینده آنچه ما می‌خواهیم نیست. به ویژه در مورد موضوع اروپا. ما نمی‌خواهیم بخشی از اروپا باشیم. از تجارت با اروپا خوشنودیم ولی نه از آن همه پولی که روزانه خرج آن می‌کنیم. ارقامی در دستم نیست ولی می‌دانم که پول هنگفتی است. باید این پول را به کشور خود برگردانیم. شعار نه اروپا و نه مهاجرت، به ویژه گوش فرا دادن به شهروند متفسد بریتانیایی که احساس می کند کنترل کشور خود را از دست داده و مورد خیانت احزاب اصلی قرار گرفته است. یورو نیوز در شهر استراسبورگ فرانسه با رهبر حزب یوکیپ ملاقات کرد. درست است که افرادی از لهستان آمدند و کار کردند و مالیات پرداختند. آنها از قانون پیروی کردند و این عالی است. ولی اکنون لندن در چنگ موج جنایت رومانیایی هاست. تعداد جوانان بیکار بیش از حد است. دستمزد کارگران متوسط بسیار پایین آمده و برخی اوقات به حداقل رسیده است. در این وضعیت چرا خواهان 100,000 مهاجر بیشتر باشیم؟ یا 200,000 یا 300,000 یا 500,000 یا 1,000,000؟ موضوع این است. دیگر کنترلی بر تعداد مهاجرانی که میآیند نداریم. دیوید کامرون قول پس گرفتن کنترل از بروکسل را تا قبل از برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا در سال 2017 داده است، ولی بدبینان به اروپا هشدار می‌دهند که موج جدید مهاجران در آینده نزدیک به بریتانیا می‌رسد. برای اولین بار شاهد ادغام استدلال‌های مخالفان اروپا که بر اساس قوانین مبهم ارائه می‌شود با موضوع مهاجرت هستیم که مربوط به لهستانی‌ها، لیتوانیایی‌ها و اکنون رومانیایی‌ها است و به گفته آنها باعث ایجاد مشکل در بازار کار شده است. بنابراین آنچه محافظه‌کاران بسیار نگران آنند از بین رفتن محدودیت‌ها در ماه ژانویه و ورود کارگران رومانیایی و بلغار به کشور است و این زمان ظهور تیترهای منفی در روزنامه‌های پوپولیست و راستگرا خواهد بود که نتیجه آن دشمنی با مهاجران اروپای شرقی خواهد بود. ریچارد نسل سوم یک خانواده کشاورز و از 2 سال پیش عضو شورای شهر بوستون انگلستان است. او معتقد است سقوط دستمزد کشاورزان نه به دلیل وجود مهاجران بلکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که می‌خواهند تولیدات ارزان را سریع عرضه کنند. این شغل‌ها برای همه است. من چند کارگر مهاجر استخدام کردم. تنها کاری که باید انجام دهم تلفن به رئیس یک گروه از کارگران است و او افرادی را که در اختیار دارد می‌فرستد. فکر می‌کنم یک بار مادرزن او را استخدام کردم، ولی کارگران بومی نیز در دفتر او هستند. با همه آنها هم از لیتوانیایی، لهستانی و لتونی صحبت کردم. پس به مردم بستگی دارد که اگر می‌خواهند کار کنند به جایی بروند که کار و تقاضا هست. رفتن به جاهایی که تقاضا وجود دارد. این واقعیت قرنها انگیزه افرادی بوده است که به دنبال کار و زندگی بهتر بودند، صرف نظر از اینکه بخشی از اروپا را تشکیل می‌دادند یا نه.